مهندس بابک مرادی، کارشناس سد و شبکه های آبیاری از تهران با ما همراه هستند. آقای مهندس، سلام عرض ادب. درود عرض میکنم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم. بزرگواری. آقای مهندس، دلایل مهم و اصلی بحث فرونشست زمین چیه؟ بفرمایید. خدمتتون عرضم، همونطوری که در واقع عزیزانتون یک گزارش تهیه کرده بودن که بسیار دقیق و جامع اشاره کرده بود و من نمیخوام تکرار مکررات بشه. ببینید، ما اینجا به یک پدیده روبرو هستیم که در واقع به این فرونشست، حالا دوستان در گزارش شما به عنوان یک فاجعه در واقع از اون نام برده بودن، ما اینجا میگیم که یک سرطان در واقع داره اتفاق میفته که به سرطان زمین معروف شده. چرا میگیم سرطان؟ یعنی اینکه در حال گسترش هستش و در واقع داره تمام کشور رو در بر میگیره. چون ما داریم راجع به ایران صحبت میکنیم، من نمیخوام موضوع رو در بحث جهانی حالا مطرح کنم و اینا، ولی واقعیت اون هستش. ببینید، ما در همه جای دنیا اگه یک مثال ساده بخوام بزنم، حتی انسانهای عادی یک حساب پسندازی دارن و یک حساب جاری. عموما شما در اون حساب پسندازتون همیشه تقویت کننده حساب جاری شماست. ما در بحث آب هم همین رو داریم، یک آبهای جاری داریم و یک آبهایی که به عنوان حساب پسنداز ما همون آبهای زیرزمینی هستش که معروف ما میگیم آبهای زیرزمینی. متاسفانه به واسطه مدیریت غلط مخصوصا در این 45 سال ما هم از جاری خورده ایم و هم از پسندازمون، یعنی نتوانستیم آبهای جاریمون رو کنترل کنیم و آبهای جاریمون رو متاسفانه با سدهای بیرویه بدون مطالعه و با اون حجم تبخیری که در پشت این سدها در واقع ایجاد میشه آبهای جاریمون رو خراب کردیم و در اون ور هم آمدیم از حساب پسندازمون که همون آبهای زیرزمینی است استفاده بیرویه کردیم و چاهایی زدیم که این چاهها باز هم میبینید که بدون هیچ گونه مجوزی. یعنی من داشتم نگاه میکردم امروز، جالب بود که این عدد چقدر هی داره زیاد میشه، به 900 هزار چاه رسیده که این 900 هزار 360 هزار تا چاه، حلقه چاه بدون مجوز هستش. یعنی هیچ کسی نمیدونه کجا، حدود 40% تقریبا میشه. و این 40%ی که از چاهایی که ما حتی نمیدانی، دولت نمیدونه کجاست، نمیدونه کی زده، کجا زده، چه حجمی داره استفاده میشه، چه دبی خروجی داره از این گرفته میشه، میبینید که همینها باعث شده که ما با یک پدیده ای روبرو بشویم به نام فرونشست زمین که من عرض کردم بهش میگن سرطان زمین یا زلزله خاموش. اون زلزله خاموش هم به خاطر اینه که زلزله یک باره اتفاق میفته و شما یک باره شاهد در واقع تنشی هستین که داره به سازه‌ها و به زمین وارد میشه. اینجا به مرور زمان شما این رو خواهید دید و متوجه نمیشین، ولی واقعیت این هستش که وجود داره و داره اتفاق میفته. اون مجموعه این پدیده‌ها در کنار هم دیگه به بحث فرونشست زمین منجر شده که ما امروز داریم به عنوان یک بحران در واقع به اون میرسیم و داریم راجعش صحبت میکنیم. بله آقای مهندس، راهکار موقت برای مهار فرونشست در اقلیم ایران و راهکار بلند مدت حل مشکل فرونشست زمین از نظر شما چیست؟ ببینید، اتفاقی که باز اینجا داره میفته اون از بین رفتن در واقع منابع آبی ماست که به تخمین زمینشناسان تا 10,000 سال زمان میبره که یک خاکی که از بین رفته بازیافت بشه و زمینی که خوش شده و از بین رفته دوباره بخواد بازیافت بشه. و وقتی شما این رو میبینید متوجه میشیم که با یک بحران روبرو هستیم. این بحرانی که به وجود اومده بر اثر زمان به وجود اومده و مطمئناً در کوتاه مدت هم نمیشود با یک نسخه خیلی سریع و آماده بیاییم و بگیم در از یک سال دو سال این میتونه حل بشه. نه، ما میتونیم براش برنامه ریزی کنیم به شرطی که این برنامه ریزی باشه. مثلا شما میایید امروز میبینید که یک طرحی داده شد به عنوان زدن چاهک‌هایی در دشت‌های ایران که بیان یک چاهک‌هایی رو بزنن با خود مثلا حالا 15 متر 20 متر 30 متر 10 متر به در واقع عمق‌های مختلف که این باعث بشه آب‌های سطحی و بارش‌ها رو بیاره در خودش جذب کنه و به مرور و ذره ذره این رو در خاک تزریق کنه. یعنی اون حساب پسندازمون رو ما اینجا تقویت کنیم. یک راهکار موقتی که میشه فعلا شروع کرد این هستش، ولی این واقعیت وجود داره که باز هم این درمان نخواهد بود. یعنی به صورت موقت ما میتونیم کمک کنیم، ما میتونیم با طرحهای آبخیزداری بیایم و به داد در واقع این داد آب‌های زیرزمینیمون برسیم و باز هم میبینیم که این اتفاق نمیفته. ما میتونیم امروز بیایم اون در واقع سدهایی که باز هم در برنامه مطالعاتی آمده برای زدن حداقل جلوی اونها رو بگیریم، اینهایی که زده شده و مثل گتفن خودش به یک بحران محیط زیستی تبدیل میشه رو دیگه نمیشه کاری کرد، حداقل بیایم اینهایی رو که در واقع داره اجرا میشه جلوی اونها رو بگیریم. اینا راهکارهای موقته، ولی در بحث در واقع کلی شما وقتی میبینید بیش از 90%
آب ما در ایران در حوزه کشاورزی داره مصرف میشه و زیر 10% در حوزه خانگی، مصرف خانگی و صنعت هستش. حالا اگه باز هم نیاز باشه و صحبت بشه، تایم باشه، من راجع به این بحث کشاورزی هم نیاز بله. یک جناب آقای مرادی، در رابطه با نقش دولت‌ها در بحث زیست بوم و کم آبی و فرونشست هم لطفا مختصرا توضیح بفرمایید. چشم. ببینید مسئله‌ای که اینجا در واقع هستش، ما بیش حدوداً 10-11% مساحت ایران الان درگیر بس فرونشسته. این 10-11% رو حدوداً 120,000 کیلومتر مربع در ایران میشه دید که اون 120,000 کیلومتر مربع حدوداً چیزی ولوش فکر کنم 40 میلیون، 35 میلیون، یک رقم این شکلی ایرانی در اونجا داره زندگی میکنه. در این حد بحران وجود داره و سازه‌هایی وجود داره که برای ما اینجا دیگه این مهمه. بس در واقع آبخان‌ها نیست، بس دشت‌ها نیست، بس سازه‌هایی که مردم دارن داخلش زندگی میکنن. این خیلی مهمه. امروز شما میبینید که مردمی که در اصفهان، در کرمان، در خوزستان دارن زندگی میکنن، میبینن که این فرونشست به سازه‌ها رسیده و یک تنشی، ما در بس سازه‌ای میگیم خمش، پیچش، کرنش، تنش، هر کدوم از اینا به یک سازه وارد بشه اون سازه رو فرو می‌ریزه. وقتی که داریم می‌بینیم با بس فرونشست که به میانگین 40 سانتی متر هم دیگه داره میرسه که یک سازه رو کافیه با 2 سانت میتونه از هم فرو بپاشه، پس این خطر برای جان مردمه. اینجاست که دولت ما موظف است به خاطر جان مردم، دیگه اصلا بس زیست بوم وسط نیست، فقط بس محیط زیست فقط وسط نیست، بس جان مردمه. شما در آزادگان چند وقت پیش در تهران همین رو دیدین، در غرب تهران همین رو دیدین، در دشت شهریار داریم این رو میبینین، این فرونشست‌ها رو. وقتی یک جاده فرو میریزه، گاز قطع میشه، برق قطع میشه، آب قطع میشه، انفجار پیش میاد در بخش‌های اونجا، مردم زیر اون آوار سازه‌ها میمونن، سازه‌های آپارتمانی ما فرو میریزه. قطعاً خیلی جا خسارتایی میتونه بزنه که بعد چیزایی که امروز داریم میبینیم حتی در بحث زلزله در مقابل اونها بسیار کوچک خواهد بود. چرا؟ چون تهران برای یک گسلی است که زیرش هم خالیه و کافی فرونشست ما بیاد و به اون منطقه هم برسد و در تهران به همین سبکی که الان داره پیش میره پیش بره. دولت اینجا موظف هستش خیلی سریع اقداماتی در زمینه مخصوصا آموزش و جلوگیری از این آبهای بی‌رویه‌ای که در حوزه کشاورزی داره مصرف میشه بگیره، در بحث چاه‌ها جلوی چاه‌های بی‌رویه رو بگیره، آموزش‌های لازم به مردم داده بشه و در بحث مصرف هم در واقع یک فرهنگ سازی بشه و اون کارهایی هم که عرض کردم در حوزه موقت میتونه انجام بده، شاید بتونه جلوی این بحران انسانی رو که ما در پیش داریم بگیره و این زلزله خاموش گریبان ایران ما رو نگیره. بله، سپاسگزارم از شما آقای مهندس بابک مرادی، کارشناس صد و شبکه‌های آبیاری از تهران با ما همراه بودند.